زدگی خرابی ها و خساراتی که در زلزله کرمانشاه متوجه هموطنانمون شده گفتگویی داریم با فرید معدومی که الان در استودیو حاضر هستند و میخوایم ببینیم که ابعاد این خرابی ها و جزئیات بیشتری در مورد اونها چی هست. سلام میکنم به شما فرید و تشکر که در برنامه سرخط حضور پیدا کردید. خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادید. اجازه میخوام قبلش به هموطنان عزیزم در کرمانشاه و سرپل زاب و قصر شیرین و ازگله و سلاس باباجانی سلام عرض کنم، سلام و تسلیت عرض کنم. خبرهای تأسف بار این زلزله و میزان خرابی ها و میزان کشته ها و مجروحین رو شنیدیم، بسیار بسیار متأسف شدیم و بسیار بسیار با شما همدردیم. شخصا برای همه کسانی که در این واقعه تأسف بار درگذشتن تسلیت میگم، به خانواده هاشون و برای مجروحین و بیماران، بخصوص در این هوای سردی که هست و در این نبود امکانات، آرزوی شفا دارم، شفای عاجل دارم و امیدوارم که هر چه زودتر به سر و سامانی برسه این وضع. با تشکر از شما. بله، خواهش می‌کنم. فرید، می‌خواستم ابتدا اگر ممکنه یک تصویری از ابعاد خرابی‌ها در مناطق زلزله زده ارائه بدید، البته تا اونجایی که خودتون تونستین از اونها مطلع بشین و اطلاعاتش رو جمع آوری کنین. عرض کنم خدمت شما، میزان خرابی ها همونطوری که مطلع هستین بسیار زیاده. رژیم توی آمار خودش آمارهای متفاوتی رو گفته، ولی رسماً اعلام کردن که 435 کشته بوده و 7817 مجروح. یعنی آمار خود رژیم. این آمار رژیمه. ده. البته رسانه های رژیم ارقام بالای 600 نفر کشته رو گفتن و اخبار مردمی میزان تلفات رو بالای 1000 نفر ذکر کردن و طبعا با این حجم از خرابی و میزان منطقی که این زلزله رو زلزله در بر گرفته، شما میدونید که 7 تا شهرستان و 1930 روستا رو این زلزله در بر گرفته. میزان خرابی ها بسیار بسیار بیشتر از اینه و متاسفانه رژیم آخوندی مثل روشی که دارن همیشه سعی میکنن روی تلفات، روی خسارت ها سرپوش بذارن که منجر به بحران و اعتراضات مردمی نشه. در مورد کمک های امدادی به مردم آخرین خبرها چی هست؟ الان 3 روز از این زلزله گذشته. الان روز یک شنبه شب بود که زلزله اتفاق افتاد. مردم مناطق زلزله زده بسیار بسیار شاکیان از نبود امکانات. رژیم مدعیه که کمک‌هایی فرستاده، نمیدونم نیرو فرستاده، ولی واقعیت اینه که مردم نیاز شدید به پتو دارن، مردم نیاز شدید به چادر دارن، وسایل گرمایشی، حتی آب خوردن. طوریه که شما اگر نگاه کرده باشین خبرگزاری مهر رژیم خودش این اخبار رو داده، جایی مجبور شده این رو اعتراف کنه که مردم تشنه شونه، مردم از تشنگی لهله میزنن، آب بسته‌بندی شده در اختیار مردم قرار نگرفته، هوا سرده، خونه هایی که یک مقداری کمتر آسیب دیدن نمیشه توش اقامت کرد، نمیشه توش زندگی کرد. چون شما میدونین این زلزله 150 تا پس لرزه داشته، چیزی که کارشناسا گفتن، و هر کدوم از این پس لرزه ها ممکنه عواقب بسیار وخیمتری رو داشته باشه. یعنی در واقع باعث میشه که مردم عملا نتونن هیچ سرپناهی داشته باشن و تو محیط آزاد باشن. بله، متاسفانه رژیم علارغم خیلی اینکه ادعا میکنه تو تلویزیونش و توی رسانه هاش و ایناش، ولی واقعا هیچ امکانی نیست. مثلا من به عنوان نمونه به شما عرض کنم،
از گله رژیم اعلام کرده که متاسفانه به دلیل قطعی ارتباطات و کمبود امکانات برای انتقال نتونستیم اونجا کار کنیم. شما تصورش رو بفرمایید، مثلا رژیمی که دارای هلیکوپتره، دارای بالگرده، به طور وسیع به سوریه از طریق زمینی نیرو میفرسته، کمک میفرسته، به لبنان از افغانستان نفر میاره، امکانات میاره، تجهیزات میاره، میفرسته لبنان و میفرسته سوریه. تصورش رو بفرمایید، میگه که ما به دلیل نبودن امکان انتقال نتونستیم مجروحین رو از گله منتقل کنیم، یا نتونستیم اونطوری که باید به مردم کمک برسانیم، امداد رسانی کنیم. شما به خوبی خبرنگاران سیمای آزادی تصاویر بسیار واقعی از صحنه رو طی این چند روز دادن و ما شاهد هستیم که مردم چجور داد و فغانشون بلنده. مردم حتی برای دفن عزیزاشون بیل ندارن. شما تصاویر رو ببینید، مردم برای انتقال مجروحین و کشته ها از پتو استفاده میکنن، برانکادی در صحنه نیست. همین نیروهایی رو که رژیم برای کمک فرستاده فاقد ماسک و دستکشن که اولویه ترین چیز برای همین کمک به زلزله زده هاست. در این شرایط، در این وضعیت شما تصورشو بکنین مردم چیکار باید بکنن. شما ادعاها زیاده، ادعاهای رژیم زیاده، ولی اون چیزی که در صحنه عمل هست، اون چیزی که میبینیم ما، پاسدار و بسیجی رو فرستاده اونجا برای چی؟ در بعضی از صحنه ها پاسدارا و بسیجی ها مسلحن، به جای اینکه بیل دست بگیرن کمک مردم بکنن. یعنی صحنه اینه و من اینجا واقعا میخوام تشکر کنم از مردمی که توی صحنه خبرها رو دقیق میفرستن و این محاصره تبلیغاتی رژیم رو میشکنن و خبرها به دنیای بیرون میرسه. در رسانه های مختلف بین المللی خبرها درج شده، منتشر شده. خب میخواستم در مورد کمک های خارجی سوال کنم، چون توی اخبار اینجوری بود که گویا برخی کمک های خارجی هم به جهت زلزله زدگان ارسال شده. آیا شما در این زمینه هم خبری دارید؟ این هم یک صحنه بسیار دردناک از وضعیت ایرانه، ایران تحت حاکمیت آخوندی. در همه جای دنیا رسمه که وقتی که سونامی پیش میاد یا زلزله پیش میاد یا سیل پیش میاد در این حجم و وسعت، حتی کمتر از این، مقامات اون کشورها از جهان خارج کمک میخوان، رسما کمک میخوان. ولی متاسفانه در ایران بسیاری از کشورها خواستار کمک شدن. بسیاری از سازمانهای بین المللی، سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای خیریه خواستن به این مردم مصیبت زده کمک کنن، ولی رژیم پس زده همه اینا رو. محمد جواد ظریف وزیر خارجه همین رژیم میگه که ما نیاز به جهان خارج نداریم، ما خودمون مسئله رو حل کردیم. شما تصورش رو بکنین اون صحنه چیه، این حرفا چیه، چرا اینا این کار رو با مردم ایران میکنن، اینا چه کینه ای از مردم ایران دارن. 30,000 نفر رو سال 67 اعدام کردن بله. از زندانیان سیاسی 120,000 نفر تا الان اعدام کردن و اعدام ها مرتب ادامه داره، هر روز هر روز. مردم ایران چه گناهی مرتکب شدن؟ چرا رژیم این کار رو در حق مردم ایران میکنه، در حق مردم مصیبت زده، زلزله زده؟ چرا مانع کمک های خارجی میشه؟ به خاطر اینکه سرپوش بذاره رو مسائل، به خاطر اینکه دنیای بیرون خبردار نشه که توی ایران چی میگذره. ولی خوشبختانه الان امکانات زیاده، الان رسانه های عمومی هست، رسانه های اجتماعی هست، خبرها میره. رژیم نمیتونه این کار رو بکنه،
و واقعا من خیلی خیلی متاسفم از این نظر که رژیم میاد این جنایت ها رو در حق مردم میکنه. آخرین سوال میخواستم در رابطه با کمک های مردمی بپرسم که کمک های مردمی فکر میکنین به چه صورت میتونه به مردم مصیبت زده کرمانشاه برسه؟ مردم شرافتمند ایران در شهرهای مختلف خواستار کمک شدن. مراجعه کردن به هلال احمر که ما میخواییم بریم کمک کنیم، خون بدیم، امکانات بدیم، ولی مانع شدن. همین رژیم مانع شده. رئیس پلیس ایران تردد به مناطق زلزله رو ممنوع کرده. بعد اومدن چیکار کردن؟ یک شماره حساب‌هایی رو باز کردن. میگن هر کی میخواد کمک کنه به این شماره حساب‌ها پول بریزه. مردم ایران این حساب‌ها رو که رژیم باز کرده میشناسن. تجربه کردن اینا رو. بنابراین من فکر نمی‌کنم کسی گوله رژیم رو بخوره و کسی به این حسابا پول بریزه. من از مردم ایران خواهش میکنم که مستقیماً هر کمکی که دارن مستقل خودشون به طور مستقل به این مردم مصیبت زده بکنن و در چارچوب و کادر ارگانهای رژیم نرن. مردم ایران تجربه زلزله‌های قبلی رو دارن. زلزله بم، زلزله اردبیل و امثال اینا، و اونجا متوجه شدن و دیدن که وقتی کمک میکنن کجا میره. بنابراین این تجربه ها هست و من واقعا خواهشم اینه از مردم ایران، مردم شرافتمند ایران که به کمک مجروحین برن، به کمک سالمندا، کودکان بی سرپرست، زنان. الان وضعیت خیلی فاجعه باره. این مردم کسی رو ندارن، بجز شما کسی رو ندارن، و خواهش میکنم که مستقیما کمکاتون رو ارسال کنین. من خیلی سرفراز و خوشحالم که بگم سیمای آزادی اعلام کرده کمکهایی رو که مردم ایران میخوان به سیمای آزادی بکنن و به مقاومت ایران به حساب همین زلزله زدگان و مستقیما به مردم مصیبت زده و زلزله زده این مناطق برسونن. و خانم مریم رجوی در یک موضع‌گیری اظهار همدردی کردن و تسلیت گفتن به مردم مصیبت زده و این باعث دلگرمی مردم ایرانه و نور امیدیه برای مردم ایران. مردمی که کسی رو ندارن، مردمی که بجز این مقاومت دیگه جای دیگه فریاد رسشون نیست، و این بسیار باعث سرفرازی و خوشحالیه. خب فرید، داریم به پایان گفتگو نزدیک میشیم. آیا نکته چیز دیگه داری که بخوای برای بینندگان توضیح بدید؟ من دوست داشتم به هموطنهای داغدارمون پیام تسلیت بدم توی این مناطق. برایلم خوشگیلم دالگیل و باکیل داغدار دنگ رول رو و برارروتان شنفتیم. خیلی خیلی تأسف خوردیم. این حادثه که اتفاق کفتیه، این مصیبته واقعا جرگ آیم کناکه. ایما همدردیم و گرده ایوه. خیلی تسلیه درس کهیم. و امیدوارم مجروحه لی زلزله هرچه زودتر شفا پیدا بکن. و یعنی که بی سرپرست بینه یه جایی سکنایی بتوانن پیدا بکن. من تمنا دارم، خواهش کم و برایل کردم و ای جواینیل کرده و خوشگیلم، خواهش کم ولیان و فریاد این مردم برسن. این مردم کسی نیرن جز ایوه. عزیز کانم
خوشگانو برایانی برزم خلکی دلسوتاوی سرپلو قصر شیرینو ازگلو کرماشان زور بداخی کی گران حوالو خبرکانی ام بوم لرزه پیمان گیشت زور متاسف بوین زور بداخین زور بپروشین بویو بتایبت بو اوانی که بریندارن بو اوانی که نخوشو نخوشحالن اوانی که تمنیان لسرویه هیوادارم هر چی زودتر چاک بنو و هر چی زودتر سرپنای بو خودتان پیاکن من دعوه اکم لگنجانی کرد بفریای هاولاتیان بگن بتایبت تأکید لسروی دکم لسر ناموس لسر خوشگان جنان افرتان که ایسته بی سرپرست ایسته کسی کیانیه بیش گله او هیوادارم نیلن کس نزیک که بیتوه لمالو لناموسی خلقی کرد لو منطقه بو دزی کردن بو تالان کردن زور سپاستان نکمو جاری که دیکه خون به هاو درد و هاو خمتان دزنم بله با تشکر مجدد از شما برای شرکتتون در برنامه سرخط.